به صورت بخش زنده همدیگر نگاه میکنیم. قراره که اول قرنتیان 15 23 تا 27 رو با همدیگه بخونیم که این برمیگرده به کتاب یشوع 5. به عنوان یک مسیحی خیلی مهمه که ما اینو متوجه بشیم، جایگاهی رو که شما توش قرار دارید، زمانی که توی در عیسی مسیح قدم برمیدارین که چجوری بتونین به سمت دشمنتون حرکت بکنین. این یه سری از جایگاه ها خیلی مهمه که شما بتونین پیروز بشین توی زندگیتون. بدون چیزی که عیسی مسیح روی صلیب انجام داده نمیشه. این یک چیز نیاز واقعی هستش. ما این رو میدونیم، داستان پسح رو شنیدیم و اینو خیلی وقت شنیدیم، ولی مهم اینه که بدونن که آدم‌ها اون جایگاهی رو که به خاطر این میگیرن و چجوری باید با شریر مقابله بکنه. ما به عنوان یک مسیح میدونیم که هممون گناهکاریم. امید عیسی مسیح به خاطر گناه‌های ما روی صلیب رفت، ولی یه چیز قدرتمندی اینجا هست و کسی هستش که سر شریر ایستاد و بر تاریکی پیروز شد. این به من و شما جایگاهی رو میده به عنوان پیروز. میتونیم آهنگ‌های موسیقی رو بخونیم که ما در عیسی مسیح پیروز هستیم. برمیگرده به جایگاه شما. حتی اگه احساس ضعف بودن میکنین یا احساس میکنین در ایمانتون ضعیف هستین یا تو شرایط سخت هستین و ناراحت هستین، شما در جایگاهی هستین که توبه بکنین و به صلیب میتونین نزدیک بشین. اجازه بدین که اول قرنتیان 15:23 تا 27 رو بخونیم و بعداً انتهای موعظه قراره که برای مریض ها دعا بکنن و در قبل هم هستش که برای چه مریض های دعا بکنن، اونه که تو خونه هستن. حالا اجازه بدین که با هم دیگه این باب رو بخونیم. اما هر کس به نوبت خود، نخواستین کسی که زنده شد مسیح بود، پس به هنگام بازگشت و تمام آنانی که به او تعلق دارن زنده خواهند شد. پس از آن آخرت فرا خواهد رسید. در آن زمان مسیح تمام دشمنان خود را نابود خواهد ساخت و سلطنت را به خدای پدر واگذار خواهد کرد، زیرا سلطنت مسیح تا زمانی خواهد بود که همه دشمنان خود نابود سازد. آخرین دشمن او مرگ است که آن هم باید مغلوب و نابود شود، چون خدای پدر اقتدار و حکمرانی به همه چیز را به مسیح سپرده است. البته روشن است که خود خدای پدر زیر این اقتدار و سلطه نمی باشد. حالا چیزی که کوتاه بگیم، حالا هر قدرتی هست باید زیر سلطه عیسی مسیح بره. بالای تمام نام ها نام عیسی مسیح هستش. در عیسی مسیح شما به جایگاهی میرسید، حالا به صورت منش آینده من و شما، حتی اگه آخرین نفستون رو روی زمین بکشی و بمیرید، اونجا شما پیروز هستید، چون مستقیم به بهشت میرید. ولی قبل از اینکه این اتفاق بیفته، راههایی رو که باید درش حرکت بکنی تا بتونی به اون بخش برسی، حالا جنگ های روحانی که وجود داره قراره به یشوع نگاه بکنیم که موسی اون رو انتخاب کرد که خودش نمیتونست وارد اون کشوری که خداوند قول داده بود وارد بشه و باید به خداوند ایمان میداشت تا بتونه که به اون کشور یا شهر وارد بشه. جایگاهی رو که من و شما در عیسی مسیح دریافت میکنیم خیلی مهمه برای زندگی روزمره‌مون. یشوع 5:1 رو با هم دیگه میخونیم. در سمت غربی رود اردن اموری ها و در امتداد ساحل دریای مدیترانه کنعانی ها سکونت داشتن. پادشاه آنها وقتی شنیدن که خداوند به خاطر بنی اسرائیل راه خشک از میان رود اردن پدید آورده تا از آن عبور کنند، سخت ترسیدن و جرأت مقابله با اسرائیل را از دست دادن. اجازه بدیم به این نگاه بکنیم که جایگاهی که من و شما در عیسی مسیح پیدا می‌کنیم چی است.
من درک اینو ندارم که جنگ چیه، چون ما هلندی‌ها هیچ وقت انقدر تو جنگ نبودیم، ولی کشورهای دیگه بودن که برامون جنگیدن. بیشتر جایگاهی که توی جنگ انتخاب میکنی خیلی مهمه، بگی من کجا هستم، آیا میتونم پیروز بشم. این خیلی مهمه که جایگاهی رو که شما انتخاب میکنید در دشمن چه جایگاهی هست، حالا کدوم جایگاه رو به عنوان یک مسیر انتخاب میکنم تا به شریع پیروز بشن. دوباره برمیگردیم به این، بعضی وقتا مسیح احساس میکنن که بی ارزشن، تنها، دنیا ضدشون هستش، تو دنیا همه چه عالی گنا. بعضی وقتا احساس میکنیم که تحت فشار هستیم، خیلی سریع فراموش میکنیم جایگاهی رو که توش هستیم. شما باید واقعا سرتون رو بالا نگه دارین و به عنوان یک مسیح همه جا بتونید، به حالا تو مدرسه، تو محل کارتون، برای اینکه ما جایگاهی رو داریم، برای اینکه خیلی با ارزشه. این خیلی مهمه که ما بتونیم روی ضربات حمله بکنیم، اینکه شما جایگاهت رو بفهمی و بدونی که چه اتفاق افتاده حتی اگر بهتون ضربه میزنن. شریف خیلی مغرور و خودخواهه و همه کار میکنه که مسیحیان رو ضربه بزنه. و بعضی وقتا برامون عجیبه، میگه آه چه جوریه من که دارم کارامو درست انجام میدم، خب آدم خوبی باشم، من دارم میجنگم، آه من تو افکارم جنگ هستش. تعجب نکنید اگر ضربات به سمتتون میاد، برای اینکه من و شما دشمن داریم. حتی مسیحی های قوی یا نوکیش ها همه کس رو شریر ضربه میزنه، برای اینکه حتی شریر دنبال عیسی مسیح هم رفت. عیسی مسیح رفت توی کویر دعا بکنه، روزه بگیره و تنها کسی رو که اونجا ملاقات کرد شریر بود. در میتونم بهتون بگم که شریر این لحظه از عیسی مسیح نمیترسید. این پر رو بودن شریر رو نشون میده، نه اینکه بخواد بترسه، ولی اینکه ما بتونیم متوجه شیم که این یک واقعیت زندگی هستش، که شما تو جایگاه هستین. توی بابی که خوندیم اول قرنتیان 15، عیسی مسیح تمام قدرت‌ها رو زیر پاش گذاشت. این مهمه که شما بتونین درک بکنید و ببینید عیسی مسیح برای شما چیکار کرده. وسط جنگاتون، وسط مشکلات تو، هر چقدر که اخبار بد میشنوه، آیا تو مریضی هستی یا شرایط سخت هستین، یا یه سری از درها باز نمیشن، یا تو زندان هستین، فراموش نکنید ببینید که عیسی مسیح تمام قدرت‌های شر پیروز شد. همینطوریه و قراره همینطوری هم بمونه. توی افکار من و شما جور دیگه ای پیش میره. خیلی وقتا ما خیلی چیزها رو از دست میدیم، مشکلات رو میبینیم، ناامیدی ها رو میبینیم، راه دیگه ای رو نداریم و فراموش میکنیم جایگاهی رو که داشتیم. ما توی جنگ هستیم. این جنگ ها برمیگرده به زندگی و مرگ، یا اینکه بتونیم روح ها رو نجات بدیم. این خیلی مهمه که ما این رو درک بکنیم که آخر این جنگ روحهایی هستن که به بهشت میرن، یا روحهایی هستن که از دست میرن. این جنگی که من و شما داریم باهاش میجنگی، حالا چه کسی این جنگ رو پیروز شد، چه کسی میتونه جلوتر ببینه و میتونه ببینه که کجا داره قدم برمیداره، حتی با تمام مشکلاتی که در دنیا هستش بتونه ببینه که عیسی مسیح بر تمام قدرت‌ها پیروز شده. آیا ما در جایگاه درست ایستادیم، قدم درست رو برداشتیم؟ و این خیلی مهمه که اینو درک بکنید. شما خیلی وقتا میتونید در این پیروز بشیم. بعضی از مسیحا هستن متاسفانه، حتی برای من هم اینطوری باشه، من نمیتونم بگم هیچ کسی تو این ضربات نباشه. ماها بعضی وقتا جایگاه خودمون رو ببینیم که بی ارزشیم یا نمیتونیم این کار رو بکنیم. اسرائیل هم اینجوری بود. کتاب تثنیه 1:28، کار ما به کجا خواهد کشید؟ برادران ما که آن سرزمین را بررسی کردن با خبرهایشان ما را ترسادن. آنها میگویند که مردم آن سرزمین بلند قد و قوی هیکل هستند و دیوار شهرهایشان سر به فرق میشه. آنها قورهای
بنی عقاق نیز در آنجا دیده شده. یشو میاد آدم ها رو میفرسته اونجا بره اونجا رو ببینن، میان میگن که او آدم های قولاسا اونجا، ما نمیتونیم به اونجا حمله بکنیم، و قوم شروع کرد به اینو گوش دادن و ترسیدن و احساس بیارزشی کردن و نمیتونستن ببینن که خداشون چقدر بزرگه و خدایی که اونها رو از مصر نجات داد و جاگاه خداوند رو نمیدیدن و نمیتونستن جلوتر رو نگاه بکنن. قلبشون ترسیده بود توی کتاب دست میگه به خاطر نامه منفی که به دستشون رسید. دنیا پر از نامه های منفی، خبرهای منفی، اینجا مرگ، اونجا مرگ، این هم آدم اینجا مردن، این خوب پیش نمیره، اون خوب پیش نمیره. آدم ها مثل گونه که همه چیزی رو هم دست میدن و اونجاست که آدم ها میتونن ایمانشون رو دست بدن. قوم اسرائیل هم دقیقا همینطوری بود. اونا خودشون رو جایی رو میدن که خیلی وحشتناک بود. این دقیقا حمله شرعی به شماست. اگه شما یه چیزی رو توی جنگ به عنوان ببینید که شکست خورده هستین، دیگه نمیاد به جنگ. آدم هایی رو که احساس میکنن که افسردن، ترسیدن، پر از افکار منفی هستن، تو جایگاهی نیستن که بخوان به جنگن، تو جایگاهی نیستن که بخوان که با ایمان قوی فعال باشن. حالا فکر بکنید راجع به جایگاهی که وقتی که تو حال خودتون نیستین کاری انجام نمیدین، اگه حوصله ندیم یا حوصله ندارم، حوصله کار ندارم، حتی دلت نمیخواد که کار بکنی، دلت میخواد که فقط سرت آویزون بکنی، برات مهم نیست تو چه شرایطی هست. اگه تو افسردگی هستی، تو افکار منفی هستی، هیچ کاری رو نمیکنی. مثل این بودی که توی افکار منفی خودت رو غرق کردی و نمیتونی بر جنگ پیروز بشی و نمیتونی پیروز باشی، برای اینکه خودت رو از همه چی رها کردی و خودت رو توی شرایط سخت بستی. ولی فراموش اون جایگاه همون چیه. بعضی وقتا شرایطمون رو اشتباه میبینیم، برای اینکه نمیدونیم. اگه نوکیش باشی باید یاد بگیری امید داشته باشی. خیلی چیزها هستش باید یاد بگیری، خیلی وقتا خیلی چیزها رو یاد نمیگیری، خیلی وقتا شرایط درست نمیگیری. یه بار توی کلیسا اومدی، بعد هر چی که فکر کردی بهتر پیش میره. این خیلی مهمه که از آدم ها بپرسین، تماس بگیری، آن چه اتفاقی افتاده. بعضی وقتا ما جایگاه و ارزش هامون از دست میدیم. ماها آدمای قدیمی تری هستن که مکاشفه خداوند یا درک میکنن که چه اتفاق قرار بیفته. من خودم متوجه نمیشم، ولی کسی دیگه میتونه این رو به شما بگه. این میتونه باشه، ولی ماها که قدیمی تری میتونیم شما رو کمک بکنیم. کشیش رو داریم، سرگروه ها رو داریم که میتونن شما رو کمک بکنن. بعضی وقتا شرایط رو اشتباه میبینیم به خاطر اینکه ناایمانی. ایمان خیلی وقت احساس نیست. ایمان یک تصمیمه که شما باید بگیرید. من ایمان دارم که خدا من قرار اتفاقات بزرگی بر من انجام، خدا من حواسش به من هست، من امیدم که خدا من کارهای من انجام میده. من ایمان دارم که خدا معجزه اینجا اونجا اونجا میکنه. من به حرف خدا گوش میدم و چیزی بود که یشوع بعد انجام میداد. باید به حرف خداوند گوش میداد و رفت سجده کرد، گفت خدایا خدا شما در کنار ما هستی. اونجا بود که خداوند رو ملاقات با عیسی مسیح میخواد براش بجنگه، ولی باید ایمان داشت به خداوند، باید متوجه این میشد، باید دنبال عیسی مسیح میرفت و باید به حرف عیسی مسیح گوش میداد. اینجاست که ایمان کار میکنه. شما باید اینو متوجه بشین که توی جایگاهی که ایستادی پر از ارزشه وقتی در عیسی مسیح هستید. این جایگاه رو باید همیشه درش بمونید. حتی خیلی چیزها آزارنهنده هستن، خیلی سخت هستن، خیلی مشکل هستن، خداوند میتونه شما رو کمک بکنه. خداوند پیش همه هستش و هر کسی که بهش ایمان داره همه چیز قابل انجام هستش. وقتی که بهش ایمان داشته مهم نیست از کجا و چجوری کجا هستی. خداوند میخواد یه چیزی رو آزاد بکنه و این براتون باید با ارزش باشه. لوقا 10:19، من به شما قدرت بخشیدم تا بر همه نیروهای شیطان مسلط شدید و از میان مارها عقربا بگذرید و آنها را پایمال کنید و هیچ چیز هرگز به شما آسیب نخواهد رسانید. این یه چیز خیلی مهمه، یکی از قولهای خداونده. هیچ چیزی شما را آزار نمیده. این دقیقا مثل یک خونه است که دور من و شما رو پوشونده و میخواد که دشمن رو از من و شما دور بکنه قبل از اینکه به ما حمله بکنه، قبل از اینکه به شما دست بزنه.
ما باید اینو بدونیم که باید دعا بکنیم، باید بدونیم که ضد شریر دعا بکنیم، ولی خداوندی هست که قبل تمام اینها داره برای من شما میجنگه، برای من شما جلو میره. دوم قرنتیان 2:10-11، وقتی که شما کسی را بخشیدی و نیز او را میبخشه، و اگر من کسی را ببخشم با اجازه مسیح به خاطر شما میبخشم، البته اگر فکر میکنی که بخشیدن من واقعا لازم است. بخشیدن یک بخش، گناه بخش بعدی هستش، در ایمان موندن بخش بعدی. حالا شیطان نتونه پیروز بشه بر شما. شریر کجا پیروز میشه؟ بر مسیحی ها اگه دیگه جایگاه خودشون رو نبینن، دیگه دعا نکنن، مشکلاتشون، شرط زندگیشون رو تحت سلطه قرار بده، چیزهای خسته کننده و آزار، و شریر اونجاست که میتونه بهره برداری کنه، بهره برداری کنه از تمام چیزهایی که یه مسیحی میتونه روش بکنه و دیگه ثمره نداشته باشه یک مسیحی که قدم بعدی رو برای ایمانش برنداره. همه کار میکنه، شرایط رو استفاده میکنه و یا میخواد که ضربه بزنه نظر مالی به شما، از نظر سلامتیتون، حتی اقوامتون رو استفاده میکنه، حتی مسیحیای توی کلیسا رو استفاده میکنه تا کلمه اشتباه رو ضد شما صحبت بکنه. این خیلی عجیبه که بعضی وقت ما اینو نگاه بکنیم، حتی این مسیحیایی که دارن قدم رو برنه، آدم هایی که میخوان بهره ببرن یا میخوان جلو برن، نمیخوان که عقب برگردن، میخوان جلو برن، خیلی وقتا ضربات رو احساس میکنن. این چیزیه که هست، ولی خداوند بهمون اسلحه عالی رو داده. حالا میخوایم ببینیم که چجوری باید استراتژی داشته باشیم. یشوع 6:1 ما نگاه میکنیم به یشوع و جایگاهش. حالا دشمن اینجا میبینیم که اریحیا اومده بودن اونجا. مردم شهر اریحیا از ترس اسرائیلیا و دروازه های شهر رو محکم بسته بودن و اجازه نمیدادن کسی وارد یا خارج شود. اینجا شرط سخت اریحیا سخت بودن، اما خداوند به یشوع استراتژی رو میده که بتونه مشکل رو حل بکنه. اگه فکر میکنی که نه این غیر قابل ممکنه، فکر کن زمانی که شما روش میکنی توی مسیحیت، شرایطی که غیر قابل ممکنه سرات قرار میگه، میتونه لول جدیدی که واردش میشی، میتونه مشکلات جدیدتر و شرایط جدیدتری براتون پیش بیاد و فکر بکنی که با افکار خودم من اینو نمیتونم حلش بکنم. از نظر دید انسانی نتونی حلش بکنی، ولی بعد اون لحظه است که دنبال خدا بگردی. خداوند میخواد به آدم‌ها نشون بده نقشه هاش رو، خداوند میخواد به آدم‌ها نشون بده که چی کار میخوام بکنن، بهشون جهت بده، نشونش بده و حکمت بهشون بده. حالا اینجا دشمنه که پشت دیوار ایستاده و ضد اسرائیلی هاست و مثل این میمونه که واقعا اینها میتونن بهره ببرن. وقتی که بهش دشمن میخوای ضربه بزنی، به بالا نگاه نمی کنی که میخوای که همیشه تو برنده باشی. بعضی وقتا فیلم هایی رو میبینی که یه جایگاه رو داشتن که بتونن پرتاب بکنن اونو جوری پرتاب میکردن که به جایی میخورد که هیچ کسی نبود، چون فهم کنی که اوه این کجا قراره بخوره، ولی میخوره به جایگاهی که باید میخوره. خیلی وقتا خیلی چیزها غیر ممکنه. بعضی وقتا میگه آه نه این مشکل من نمیتونم حلش کنم، چرا حل نمیشه، آه من این قبلا این کار رو میکردم ولی من دیگه نمیتونم، من قبلا کارشم ولی الان نمیشه، الان شده غیر ممکن. خیلی آزاد آدم ها براشون غیر ممکن شده، ازدواج کردن غیر ممکن شده، چون خیلی وقتی که مجرد هست از نظر مالی، من الان خیلی وقتی که در فقر دارم زندگی میکنم غیر ممکنه که بتونم جلو برم، ولی شما فراموش کردین جایگاهتون رو در عیسی مسیح. ماها نمیدونیم که در اریحیا سربازها بالای دیوار ایستاده بودن، ما نمیدونیم که خداوند واقعا داشت چیکار میکرد تو قلب دشمن. یشوع 2:9 و به آنها گفت من شک ندارم که خداوند سرزمین ما را به شما قرار داده، همه ما از شما اسرائیلیان میترسیم.
و هر کس نام اسرائیل رو میشه از ترس میلرزه. وقتی که اسرائیل داشت میترسید که واقعا بترسه، ما دیوار یادم های گنده، ما نمیتونیم، فکر میکردم به چیزهای غیر ممکن، خداوند مشغول بود تو قلب دشمن ترس رو بیاره که نتونن ضد اسرائیلی ها بجنگن. ولی ما اینو نمیبینیم هیچ وقت، خیلی وقتا نمیبینیم خداوند داره چه کاری انجام میده، پشت صحنه چه خبره. ما خیلی وقتا نمیبینیم که خداوند خیلی جلوتر از من شما جلو رفته. خیلی مهمه که بدونیم وقتی که ما خیلی وقت فقط به شرایطمون اینجوری نگاه میکنیم، همه مسیحی یا تو جنگ هاشون هستن، هم مسیحی، حالا یک کم تا یکی بیشتر مشکلات و سختی خودش رو داره، هر کسی در سختی هستش با خواسته خداوند. ما ها میخواییم که بر روحا پیروز بشیم ولی نمیشه، میخواییم که توبه های بیشتری رو ببینیم ولی نمیشه، همینطوری میم جلوتر. مشکلات بزرگتر اینجاست که شما توی ضربات وقتی اتفاقاتی که میفته که بتونین جنگ توی این جنگ ها ایمانت رو از دست بده، دیگه در ایمانت قدم بر نداره، شاید دیگه جرئت نکنی حتی به خداوند ایمان داشته باشه. خیلی وقت آدم‌های رو دیدم که اصلا دعوت می‌کنن، ولی اینکه خداوند هم داره این کارو می‌کنه که ایمان داشته باشه، ایمان داشته باشه به چیزهای بزرگ، نترسیم از چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده. اگه بخوایم بترسیم دیگه نمیتونیم قدم برداریم، و اگر اینجوری بشه نمیتونیم در قایق ایمان قدم برداریم. خیلی از آدم‌ها می‌ترسن، من مثل یه شیر درنده میرم، فقط همین کار رو میکنه، مثل یه شیر درنده است، نمیتونه کار دیگه بیشتر از این بکنه. خیلی از آدم ها حتی فریادشون هم تو ترسه، حالا داره فریاد میزنه ولی ترس و نگرانی هستش، فقط داره فریاد میزنه. ولی اونجا عیسی مسیح پیروز میشه. چه کسی خوشحال با پس. خیلی از آدم ها میگه که شهری یه چیز وحشتناکه، من یه مسیحی خیلی کوچولو هم، من نمیتونم این کار رو بکنم. خواهش میکنم روحتون رو عوض بکنین، مثل داوود فکر بکنین. این همش بر میگرده به این که شما چجوری نگاه میکنه. اینجا اسرائیلی ها میان توی جردن و اونجاست که خداوند اجازه میده که چجوری از رودخانه عبور بکنه. این معجزات رو شاید هر روز نبینی، داری میری توی شهر لند، اونجا میگی که رودخانه از هم پشت فاصله بگیر، این اتفاق نمیفته. ولی این قوم این رو دید، حالا فهمیدن که خداییه که زندگیشون رو راحت تر میکنه. این خیلی جالبه که بخوام ببینیم خدا کارهایی رو انجام میده که فقط نشون بده، ولی اینجاست که خداوند میخواد که وارد شهری بشن، ولی اینو بعد اونا انجام میدادن. خداوند همینجوری به راحتی دشمن از صحنه پاک نکرد. اینجا میخواست که خداوند یه بار نجاتشون داد، یه بار آزادشون کرد، حالا میخواد که شما یاد بگیری بخش خودتو، جایگاه خودتو پیدا بکنی، که شما یاد بگیری بگی که خداوند یه چیز رو برای من داره، حالا باید یاد بگیرم در این قدم بزنم. خداوند خیلی از آدما نشون داد که چجوری باید خادم باشن، خداوند نشون داده که موعظه بکنه یا بعد آهنگ بسازم یا بخوام بخونم یا بخوام شهادت بدم. خداوند همه اینا رو به شما نشون داده، مثل شهر قول داده بهتون گفته. ولی یه وقتی که سختی ها میاد جلو، برامون سخت میشه که بخوایم در ایمانمون جلو قدم برداریم، ولی خداوند ما رو در جایگاه بهره برداری بوده، بدونی که خودمون بدونیم. یشوع شروع کرد به قرار زدن که چجوری وارد این شهر باید بشه. خداوند نقشه عالی داشت براشون. برای اینکه نگرانیم، او نه من آرزویم بود که بخوام این کارو بکنم، ولی الان ضربات داره میان و آدم های قدم عقب برمیدارن. خیلی وقتا آدم ها یکی از مشکلات بزرگ زندگیشون هستن یا در مشکلات میمونن. همه مشکلاتی که دارین، نمیخوام بگم تقصیر خودتونه، نه، بعضی وقتا میتونه دلیلی برای این باشه که مشکلات بمونن، برای که ما نتونیم در ایمانمون جلوتر بریم. بعضی وقتا با یکی کسی صحبت میکنی
چند وقت قبل یکی میخواست دعا بکنه، میخواست که برکت بگیره از کشیش. من کشیش برکت داره، منم برکت بده. بعضی وقت ازش سوال بازی، حالا چی شده؟ حالا چرا این فکر رو میکنی؟ مشکل چیه؟ میام نزدیکتر میشه، ولی نمیخوام بگن که چیه، ولی اینکه نمیخوام انگوش روی نقطه ضعفشون بزن. شاید احساس میکنم باید خیلی چیزها رو تغییر بدن. اگر بمونی در مشکلات نمیتونی برکت رو دریافت بکنی. از نظر طبیعی ما شروع میکنیم مقاومت کردن، ما نمیخوایم عوض بشیم، تلاش میکنیم آدم های دیگر تقصیر کار بدونیم و باعث میشه که ما نتونیم جلو بریم. بعضی وقت بعد خودتون سوال بپرسید، چجوری فکر میکنم؟ آیا در ایمانم فکر میکنم؟ کلام خداوند توی زندگی برای آیندم، یا فکر میکنم که من خیلی آدم بدبختی هم. آدم های حرف های رو میزنم که راجب بدبختی و ضعف برای آینده. خیلی وقتا آدم ها دارن اشتباهات خودشون رو تجربه میکنن. آه من نمیتونم. آکه چجوری میگه که نمیتونی؟ خیلی وقتا خیلی چیزهای رو نمیتونی، ولی خداوند میتونه. ما باید به خداوند ایمان داشته باشیم. خیلی وقتا آدم ها تجربه میکنن کلمات اشتباه خودشونو، آه نه من نمیتونم، افکار منفی، نه نمیشه. ما باید انتظار داشته باشیم که خدا میتونه یه کاری برای ما بکنه. اگه شما بیاین به موعظه گوش بدین یا دارین میبینید الان چیزی رو که تا الان مشاهده نمیکنی کردین، بهتر از اینه که بیاین توی کلیسا. منم این حس رو متوجه میشم، ولی شما باید ایمان داشته باشید که خداوند میخواد یه کاری براتون بکنه. ما باید ایمان داشته باشیم که خداوند میتونه حرکت بکنه در زندگی. خداوند خیلی راحت میتونه سفر رو ورق بزنه. اینو چند وقت پیشم گفتم، پدر کشیش ناوس 76 سالشه و هفته گذشته جمعه کشیش ناوس رفت باش دعا کردن. سالها دعا هیچ اتفاق نیفتاد، ولی در اون لحظه و دعا کردم و این آدم الان نجات پیدا کرده. ما باید ایمان داشته باشیم برای بزرگترین چیزها. خداوند خیلی راحت میتونه خیلی چیزها رو تغییر بده. خیلی وقتا خیلی چیزها میتونه جور دیگه ای پیش بره اگه جور دیگه ای نگاه بکنید. یکی داشت بازی میکرد، هندبال. این مرد باید اشتباه رو هی تکرار میکرد تو بازیش و شروع کرد فیلم های ضبط شده خودش رو نگاه کنه و ببینه که واقعا اشتباهش کجا هستش تا بتونه خودش رو بهتر بکنه. متوجه شد که اشتباه کجا داره پیش میره و شروع کرد به تجربه کسب کردن. و افکارش این بودش که بعد ببینم که اشتباه کجا هستش تا بتونم اون رو بهترش بکنم. ولی واقعیت اینجا بود که هر چقدر بیشتر به خودش نگاه میکرد بدتر پیش میرم، تا مربیش متوجه شد و اجازه نداد که بتونه دیگه فیلم های خودش رو ببینش. بهش نشون داد فیلم هایی که مرد هایی بودن که بهتر از اون بازی میکنن تا بتونه یاد بگیر. و اینجا باعث شد که در زندگیش خیلی تغییرات ایجاد بشه و جور دیگه نگاه کرد و فهمید که چجوری باید باشه و دیگه نگاه نکرد به اشتباهات خودش و تونست که از اون یاد بگیره و تونست که پیروز بشه. اگر نگاه بکنید به چیزایی که فقط نمیتونید، پس دیگه نمیتونید. فقط بتونید اون میتونه، اونم پیروز شو، یادم اینم یه مشکل داشت، اون مشکل داشت، ولی تونست پیروز شه. شما باید ایمانتون اینجوری بسازید. برای همین که ما همیشه دوست داریم شهادت های اینونو بشنویم. این آدم هم تو اون شرایط بود، تو این شرایط سخت بود، این آدم هم تو این شرایط نشسته بود، این مشکل داشت، اون مشکل داشت، ولی در ایمانش قدم برداشت و همه چیز درست بشه. حالا بخواییم به این نگاه بکنیم که چجوری پیروز باید بشیم. حالا تو هر شرایطی که هستین یا هر جنگی رو که بده جنگی،
باید بدونید که خداوند در کنار شما حضور داره. آمین. خداوند حضورش احساسات نیست. شما میدونید که دعا میکنید به خداوند، خداوند شما رو دوست داره و اون اونجاست. حتی اگر احساسش نمیکنید، نمیخوام بگم که خداوند اونجا نیست. یوحنا 8:30-32 در این وقت بسیاری از سران قوم یهود با شنیدن سخنان او ایمان آوردند که همان مسیح است. عیسی به این عده فرمود: اگر همان گونه که به شما گفتم زندگی کنید و شاگردان واقعی من باشید، حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. خداوند حتی میتونه در زیاد و در کم کاری انجام بده. شاید شما تنها کسی هستید تو مدرسه، تو کارتون، خداوند اونجا با شماست. شما میتونید به صورت قدرتمند اونجا یه کاری را انجام بدید. شما خدای قدرتمند دارید که میتونه برای شما کار انجام بده. نترسید. حضور خداوند رو باید همیشه یادآوری بکنید توی دعاهاتون. یادتون باشه او خدای شما با منید. خدای شما برای من قرار قدم برداره. خدای من الان شرایط سختی رو دارم، او بعد دارم برای کار اقدام بکنم. خدای من اینجا مریضم. و اونجا یادآوری بکنید حضور خداوند، عشق خداوند تو زندگیتون، قولهایی رو که خداوند برای آینده شما، برای آینده بچه هاتون داده. و اونجاست که دنبالش میگرده، هر روز دنبالش بگرده. کتاب امثال 23:23 در پی حقیقت باش و حکمت و ادب و فهم را کسب کن و به هیچ قیمت آنها را از دست نده. اونو به خودت بگیر و هیچ وقت رهاش نکن. دنبال حقیقت باش. کسایی که می جنگن، جنگ هایی رو که بعد به جنگی برای پیروزی، حواستون باشه به حرف خداوند گوش بدین با تمام وجودتون. هر وقت که میخواستن وارد این کشور بشن، خیلی جالب بود که بخوان حالا تو هر قدمشون باید جوری باشه که خواست خداوند بود. خداوند میخواست که قوم وابسته به خداوند بمونن. اونا دنبال خداوند میگشتن، آه خداوند گفته که این کار رو بکنی. حالا بعد 7 بار دور اون شهر میگردن و بعد توی شیپورها مینوازن و اونجا بود که دیوارها میریخت و بعد شهر عی بود دیگه. اونجا بود که حرف خدا رو گوش ندادن و پیروز نشد. تازه که شهر هم کوچیکتر بود، تعداد جمعیت کم بودن، ولی پیروز نشدن. برای اینکه دیگه خودشون رو وابسته به خداوند نمیدونستن، مغرور شده بودن. هر جنگ شما نیاز دارین که وابسته به خداوند باشه. هر پیروزی شما نیاز دارین که بدونین وابسته به خداوند هستین. شما باید یاد بگیرین مثل خداوند به جنگی و در زمان خداوند حرکت بکنین. گوش دادن ما رو به جایگاهی میرسونه. ما یاد بگیریم صبر بکنیم. بعضی وقت ناامیدی، بعضی وقت احساس میکنی او نه دیگه جلو نمیرم، نمیتونم، ولی خدا هیچ وقت دیر نمیکنه. آمین. حالا تو هر جنگی که هستی باید جایگاهت رو حفظ بکنی. بعضی وقت باید آدم های دیگر رو هم نزدیک. هیچ کسی نیاز نیست به تنهایی این کار انجام بده. اگه احساس تنهایی میکنی یا تنها تو خونه داری زندگی میکنی، آرزو ده که ازدواج بکنی، ولی تو کلیسا داری، خواهر برادرهایی داری، کشیش رو داری، خودت رو بخشی از این بکن. تو هر شرایطی که داری پیش میری با همدیگه قرار دعا بکنی، با همدیگه جلو برید که شما بتونی پیروز بشی، شما بتونی تو اون جایگاهی برسی که خداوند برای شما داری. تو نیاز نیست تنها این کار بکنی. اجازه بدین که سرمامون رو ببریم پایین، چشمامون رو ببندیم. در نام عیسی مسیح آمین. قرار برای مریض ها دعا بکنم. لوقا 4:18 روح خداوند بر من است. خداوند مرا برگزیده تا مژده رحمت او را به بینوایان برسانم. او مرا فرستاده است تا رنجیدگان را تسلی بخشم و رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام نمایم و مظلومان را آزادم و بشارت دهم که زمان آن فرا رسید. خداوند انسان را مورد لطف خود قرار داد. هیچ کسی اینو به تنهایی نمیتونه پیش ببره که خداوند فقط میتونه بر این پیروز بشه. کسی که به تمام قدرت ها پیروز شد، حتی بر مرگ پیروز شد. هیچ چیزی نیست که عیسی مسیح برش پیروز نشده باشه. مریضی، نفرین، ترس،
گناه، دیوها، شیطان، خود شیطان و مرگ و تمام اینها پیروز شد. باید خوشحال باشیم به پسح. عیسی مسیح گفتش که روح خداوند با منه. این یعنی این که شما را از اسیر بودن آزاد میکنه. این عیسی مسیحی که پیروزی رو تجربه کرد که بتونه در شما پیروز بشه و شما هم پیروز بشه. این خواهش میکنم که این منتالیتی رو داشته باشین که بتونین بگین من پیروزم. حتی اگه احساس نمیکنین پیروزی و از احساس موی افسرده این افکار منفی رو برای خودتون نکنین. این در رو باز میکنین برای خود شیطان تا بتونه بر شما پیروز بشه. افکار کلمات منفی راجع به خودتون و دیگران برای آینده کسی صحبت نکنید. امشب شاید شما باید توبه بکنید. شاید هیچ وقت نگوتین عیسی مسیح در قلب من میازه آدم تازه بساز و میخواین که واقعا قلبتون رو به عیسی مسیح بدید و میخواین برایش زندگی نمی کنید یا قبلا زندگی میکردید یا الان نمی کنید. این دعا رو با من بکنید، بگید عیسی مسیح من رو ببخش، من برای شما زندگی نمی کنم ولی از امروز میخوام که این کار رو بکنم. تمام گناهان من رو ببخش. من تصمیم میگیرم که به شما ایمان داشته باشم. شما به خاطر من روی صلیب رفتی، شما از دیار مردگان بلند شدی. عیسی مسیح در قلب من بیا، من رو از تمام گناهانم ببخش، از من آدم تازه‌ای بساز، به من قدرت بده که در تمام روزهای زندگیم زندگی بکنم. در نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. ای مسیحیم، چه پیروزی رو میخوای تجربه بکنی؟ چه شخصیتی رو میخوای داشته باشی؟ کدوم جا شما اسیر هستی؟ مریضی؟ چه ثمره یا چه خادم بودنی؟ چه مشکلی؟ آیا از نظر مالی، کار، شغل کجا نیاز داری که پیروز باشی؟ خداوند من و شما رو دعوت میکنه که فقط اون ایمان بهش داشته باشیم. خداوند گفته من خواهم برای شما جلو برم، من شما رو تو جایگاهی گذاشتم. خداوند مسیحی ها رو دعوت میکنن که بهش ایمان داشته باشن برای چیزهای بزرگ، که بتونن دیوارها کوههای بلند رو بالا برن، بگن که دشمن هیچ دشمنی دیگه قوی نیست. اما عیسی مسیح میخواد با این مسیحیان صحبت کنه. کجا نگاه میکنی؟ کجا برات سخته؟ کجاست که احساس میکنی که کفشات تو خاک گیر کرده؟ آه من دیگه نمیتونم، من جلو نمیرم. کجا داره تو رو به اونجا میبره که ناامید شدی؟ اونو به عیسی مسیح برسون و عیسی مسیح رو برای خودت نگه دار. الان زمان دعا هستش در نام عیسی مسیح. ریالان بوسون ریالالا بوسی دی ریالا کاوتا سی ریالا بوسون دی نیا ریالا ریالا بوسو تو ریالا لا 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 ریالا بوسو تی ری ری دی 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 لا 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 را دی ریالا لا 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 بوسی دی 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 ارا تا سو تو ریالا لا 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 بوسو تو ریالا لا 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 بوسی دی 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 فادا تاک یسس تاک فادا فر خود هایت خناد فادا فادا خود Faith in
معجزاتی که خداوند رو جلال بدیم فرد دم که یه ایسیس فرد فرد خود هستی ارگل ارگم با سادار یکم با سادار یکم با سادار دی 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 دویا فردم. چند تا چیزی رو یادداشت کردم و میخواد چند نفر که حتی تو خونه هستن دعوت بخواهم کار انجام بدید. شاید یک کسی تو خونه است، تو یه خاله داری یا عمه داری که خیلی مریضه، حالا به هر دلیلی خداوند گفت دعا بکن براش. هر چقدر که میتونید براش دعا بکنین، این برای من هم امید میده که بتونم برای دفعه بعد دعا بکنم. خداوند گفته که برای این آدم خیلی دعا بکنید، اگه هستش به کشیش بگید. کسی که کفش سیاه با پاشنه داره، کفشش پاشه، خداوند گفته که شما باید ایمان داشته باشین که خداوند میخواد شما را از نظر مالی یا هر چیزی که هست میخواد شما رو در زندگیتون معجزه بکنه. کفش مشکی با پاشنه، شاید صبح پاد بده، شاید الان از پاد در آوردی آدم‌ها، شاید الان دمپایی پاشون باشه تو خونه هستن، ولی توی ذهنم بود گفتن که اینو بهتون بگم. اگه هستین لطفا اعلام بکنین بکش. قراره دعا بکنیم برای پدر نلسون آنتونیو، توی کشور دومینیکان رپوبلیک هستش، ایشون مریض هستش. قرار دعا بکنیم، قرار دعا بکنیم برای پدر نلسون. خدای دعا میکنیم در این لحظه، خدای برای آنتونیو دعا میکنیم، خدای معجزه بکنیم در جسمش، توی کشور و جایگاهی هستش. خدای ما ایمان دادیم که شما قرار معجزات بزرگ، ما کوچیک هستیم، شما بزرگ هستیم. خدای شما میتونید ملکوت خودتون رو در حرکت بزنید برای شفای ایشون، در نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. حالا چیز دیگه که میخوام انجام باز ماریسول، سانتا و استفانی کرونا گرفتن یا کرونا دارن، توی آی سی او هستن توی نیویورک، ایشون حامله هستن. معجزه و اینکه بارون باریدن توی جنوب آمریکا برای اینکه تمام مزرعه ها داره اونجا از بین میره، برای عموی مارسون. و شفای ماریسول برای حساسیت فصلیش، خدایا دعا میکنیم در این لحظه برای استفانی. کرونا گرفته و حامله هستش، الان تو آی سی او هستش توی نیویورک. خدایا خواهش میکنم این رو دور بکنه، خدایا روح خودتون رو در ریه آدم بنوازی، خدایا در این لحظه ریه آدم رو نوازش بکنی، خدایا این مریضی رو دور بکنی، خدایا از ما دورتر هست، خدایا در این لحظه نوازشش بکن با دستهای خدایا. خدایا دعا میکنیم برای توبه برای ماریسول. خدایا معجزه بکنید که شما خدای ثمره و معجزات هستین در نام عیسی مسیح. خدایا حساسیت فصلی رو از ماریسول دور بکن، خدایا اجازه بدین که راحت بتونه تنفس بکنه در این لحظه، در نام عیسی مسیح طلبیدن، آمین. شاید آدمایی هستن که تو خونه درد دارید تو بدنتون، حالا کمرتونه، گردنتونه، پاتونه، مهم نیست کجا هست، اونجایی که درد دارین دستتون رو بذارین رو اون بخش. شاید کسی هستش که شکم درد یا دل درد یا معده درد داره، خداوند گفته نگران نباشید، قرار برای آدم ها دعا بکنید. دستتون رو جایگاهی که درد دارین بذارین و بگین که این پدر آسمانی در نام عیسی مسیح، خدایا دعا میکنم برای معجزه. خدایا دست رو بده که درد از من دور بشه. خدایا مرسی که به خاطر من روی صلیب رفته.
خون عیسی مسیح من را آزاد بکن. خدا دستور میدم در این لحظه که درد من را رها بکنه در نام عیسی مسیح. کسی هستش که از دستش درد میکنه، اگه کسی از دست راستشه درد از دستش دورش، اگه کسی هستش بگه که به من امید ده. چه کسی هستش که از گوش درد داره، در همین لحظه دعا میکنیم که گوش درد دور بشه در نام عیسی مسیح طلبیدیم. ما ایمان داریم که خداوند قرار شهادت های بالایی رو بیاره. آمین. خداوند خوبه، ما میشنویم واقعا خداوند چیکار کرده تو زمانهای بعدی. خداوند محدود نیست، حواستون به این باشه، خداوند همه چیز رو تحت کنترل داره، ما راحت دنبالش میکنیم. خداوند خوب، اجازه بدین که خداوند رو جلال بدین در نام عیسی مسیح. خدای مرسی بابت روح قدستون و حرکتتون. خدای شما قراره با تمام قدرت برای ما جلو بدین. هیچ مشکلی برای شما بزرگ نیست، هیچ دشمنی برای شما قوی نیست. خدای بهمون ایمان بده که بتونیم در ایمانمون قدم برداریم و به حرف شما گوش بدیم و در اون بخشی که برای ما کنار گذاشتین قدم بردیم. در نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. مرسی بابت زمانتون و وقتتون. دوباره چهارشنبه میبینمتون در نام عیسی مسیح، آمین. به خداوند میسپارمتون. در پناه خدا. خدا نگهدار.